مقاله پروفسور شیهان در ارگان کنگره آمریکا. بهترین بیمه نامه علیه برنامه اتمی رژیم ایران 3000 تن مجاهدان مخالف مستقر در لیبرتی هستند. پروفسور ساشا شیهان طی مقاله‌ای که در هیل ارگان کنگره آمریکا منتشر گردید می‌نویسد: آزردگی و نگرانی فزاینده‌ای در کنگره به خاطر تصمیم کاخ سفید برای دست یافتن به توافق با ملاهای تهران وجود دارد. سوریه و عراق در حال شعله کشیدن در یک جنگ خونین داخلی هستند و رژیم تهران در حال تسهیل جای پای القاعده در عراق است. تصویب قانون رژیم ایران بدون تسلیحات اتمی که یک لایحه دو حزبی معرفی شده توسط سناتور رابرت منندز و سناتور مارک کرک است، تضمین خواهد کرد که رژیم ایران برای نقض توافق‌های دیپلماتیک هزینه داده و در صورتی که رژیم تهران در مورد طرح مشترک مورد توافق در ژنو نقض عهد نماید، مجازات ها علیه آن افزایش یابد. ولی بهترین بیمه نامه علیه برنامه اتمی رژیم ایران 3000 مخالف ایرانی اعضای مجاهدین خلق در کمپ لیبرتی در عراق هستند که در محاصره قرار دارند. این سازمان برنامه مخفی تسلیحات اتمی رژیم ایران را برملا کرد و باعث برقراری تحریم‌های جهانی علیه آن شد. نیروهای امنیتی عراقی که به نیابت از رژیم تهران عمل می‌کنند، در اقدامات جنایتباری برای متلاشی کردن نگران کننده ترین اپوزیسیون رژیم ایران، بارها این مخالفان غیر مسلح در کمپ را مورد حمله قرار دادند. حملات علیه کمپ اشرف توسط مزدوران و نیروهای امنیتی عراقی در ژوئیه 2009، آفریل 2011 و سپتامبر 2013 منجر به کشته شدن مخالفان غیر مسلحی شد که تحت کنوانسیون ژنو قرار داشتند و افراد حفاظت شده محسوب می شدند. همچنین 4 حمله موشکی علیه کمپ لیبرتی تنها در سال 2013 بوده است. سلامتی 7 گروگان اشرفی شامل 6 زن کماکان به رغم محکومیت های جهانی نامشخص باقی مانده است. سنای آمریکا باید مکانیزم‌های سیاسی را شامل تشدید تحریم‌ها و حمایت از اپوزیسیون ایران ایجاد کند.